الکساندر لوکاشنکو با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس برای پنجمین دور متوالی در مقام خود باقی می ماند. کمیته مرکزی انتخابات بلاروس میگوید که لوکاشنکو حدود 84 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. دولت های غربی نظام انتخاباتی بلاروس را غیر دموکراتیک و فاقد معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه می دانند و تحریم های علیه لوکاشنکو و هواداران او وضع کردند. تحریم ها هرگز راه حل درستی برای هیچ مسئله نبودند، فقط از طریق مذاکره می شود به تفاهم و تعامل رسید. ما از احتمال تعلیق تحریم های اتحادیه اروپا علیه بلاروس خوشحالیم. این قدم اول در مسیر درست است. در این حال به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گروه کوچکی از منتقدان لوکاشنکو در مینسک پایتخت بلاروس راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی میگوید لوکاشنکو خودش دوباره خودش را انتخاب کرد خودش رقبای خودش را انتخاب کرد و به آنها اجازه شرکت در انتخابات را داد و خودش هم تصمیم گرفت که با چه تعداد رأی برنده انتخابات شود بسیاری از شهروندان بلاروس لوکاشنکو را به ایجاد دیکتاتوری در کشور جلوگیری از فعالیت آزادانه احزاب و سرکوب شدید مخالفان و منتقدان متهم می کنند.